سلام بچه ها، میتونم ازتون خواهش کنم چند لحظه بشینین و به داستانی که براتون تعریف میکنم گوش بدین؟ ابراهیم، قسمت سوم. بچه ها، زمانی که امتحان سختی دارید ترجیح میدید اون روز توی رخت خواب بمونید، درست میکن؟ اما درباره ابراهیم اینطور نبود. اون صبح خیلی زود بیدار شد. امتحان ریاضی و علوم نداشت. خداوند میخواست ایمانش رو امتحان کنه. ابراهیم، اینجا هستم. اسحاق تنها پسرت که عاشقش هستی را بردار و به سرزمین موریا برو. او را در کوهستان قربانی کن. جایش را به تو نشان خواهم داد. هر کسی که خداوند را نمیشناسه یا دوستش نداره فکر خواهد کرد که اون ظالمه. اما ابراهیم درباره کسی که اونو آزمایش میکرد به بدی فکر نمیکرد. کتاب مقدس به سادگی به ما میگه ابراهیم صبح زود بیدار شد و الاغش رو زین کرد. برای قربانی چوبها را قطع قطع کرد و دو خدمتکار را به همراه پسرش اسحاق با خود برد. اونا تقریبا 120 کیلومتر راه رفتن. راه زیادی بود بچه ها. راهی که ممکن بود اونا رو در هر لحظه وادار به برگشت کنه. بعد از 3 روز ابراهیم کوهستان رو دید. به سمت خدمتکاراش برگشت. در اینجا به همراه الاغ بمونید. من و پسرم اسحاق میخواییم با خداوند راز و نیاز کنیم. پس از اون دوباره بر میگردیم. شنیدی؟ ابراهیم گفت ما دوباره بر میگردیم. بچه اون به شدت ایمان داشت که خداوند پسرش اسحاق رو به زندگی بر خواهد گردون. پسر چوبها رو آورد و پدر ظرف، زغال و چاقو رو برداشت و به راه خودشون ادامه دادن. پدر؟ بله پسرم. ما چوب و آتیش داریم، ولی بره قربانی کجاست؟ ما اون رو به خداوند واگذار میکنیم. خداوند خودش قربانی رو مهیا میکنه پسرم. زمانی که اونا به جایی رسیدن که خداوند به اونا نشون داده بود، ابراهیم یک مذبح ساخت و چوبها رو روی اون چید. اون پسرش رو بست و بر روی چوبها در مذبح گذاشت. بعد چاقو رو برداشت. ابراهیم، ابراهیم، اینجا هستم. به پسر داسیبی نزن. الان میبینم که تو خدا رو حتی بیشتر از پسر خود دوست داری. ابراهیم سخت‌ترین آزمایش رو پشت سر گذاشت. چند صد متر دورتر از موریا، سالها بعد خداوند یگان پسر خودش عیسی رو روی صلیب قربانی کرد تا اون که ما بتونیم فرزندان اون بشیم اگر به اون ایمان بیاریم. الان میخواید با من دعا کنید؟ خداوند عیسی، من درست مثل ابراهیم به تو ایمان میآورم. راستی بچه، چه اتفاقی برای افرادی میفتی که همچین ایمانی دارن؟ هر چه جان دارد خداوند را بستاید. هللویا.